در کنار عمل صالح نیت یه جورایی لازمتره، یه جورایی اهمیتش بیشتره. ما خیلی از اعمال رو نمیتونیم انجام بدیم اگر نیاتش رو در ذهنمون، در دلمون ایجاد کنیم، اون نیتهای خوب رو مرور کنیم، خیلی خرید خواهیم کرد. خریدهایی که با عمل نمیشه اصلا ما رو انجام داد. گاهی یه لحظه آدم رو نیت یه کار دقیق انجام میده، سرنوشت خودش رو تغییر میده. گاهی از اوقات یه مادری یک بار، یک لحظه تو یکی از جلسات یه نیتی میکنه، یه خواسته عمیق معنوی در قلبش خطور میکنه، کل زندگیش تحت تاثیر قرار میگیره. خانواده شهدای حرم داریم، 3-4 تا شهید مدافع حرم از یه خانواده. چه دلایی داشتن اینا یه زمانی؟ میگه خدا هر کسی قربانی قبول میکنه. نمیدونم حضرت ام البنین سلام الله علیها ایشون چه دلی داشته، چه نیتایی کرده. نمیشه که آدم همینجوری یه پسر اینجوری خدا بهش بده. شهدای کربلا به حالش قبطه بخورن. چی کار کرده حضرت ام البنین با نیتهای خودش؟ چی کار کرده؟ هر چی شما میبینی در عظمت وجود مقدس ابوالفضل العباس مال نیتهای مادرشون ام البنین. یعنی هی به امام حسین خدمت میکرده، هی میگفته من یه جوری بشه که یه خدمتی بکنم که هی راضی نمیشده. خدا فرمود خوب مادر باشه. میخوام بگم ام البنین اینقدر عباس تو به درد حسین خورد و به درد بخور بود برای حسین از همه بیشتر، اینقدر که تا عباس تو اون وضعیت دید صدا زد الان انکسر از زهره، الان شکست خوردم.